سلام، امیدوارم که حال همتون خوب باشه و یه تشکر میکنم باز هم بابت اینی که جمعه دیگری رو در اختیار ما گذاشتین، این چند دقیقه رو با هم دیگه بگذرونیم. بچه‌ها میرم سر وقت اصل ماجرا، ولی قبل از اینی که صحبتم رو با شما شروع کنم در مورد یه چیز خیلی مهمی میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم و طبیعتا فکر میکنم توش خیلی سوال و اینا براتون اتفاق بیفته. سلام قربونت، مرسی پویا جون، قربونت بشم، مرسی عزیزم. عرض به حضورتون که خیلی شاید سوال براتون اتفاق بیفته در مورد صحبتی که امروز میخوایم با هم دیگه داشته باشیم. با آرامش بچه‌ها همه حرفا رو گوش کنید. هر سوالی احیانا که پیش میاد، چون سعی میکنیم توی این یک ساعت و خورده‌ای که در خدمتتون هستیم یه به قول معروف نیم ساعت 40 دقیقه یه توضیحاتی رو براتون بدم، بعد وای میستم دونه به دونه سوال‌ها رو عنوان بکنین تا اونجایی که بشه سوال‌ها رو بهتون جواب بدم، تا اونجایی که حالا امکانش وجود داشته باشه و به قول معروف سوالایی که مهمتر هست. ببینید بچه‌ها، من امروز می‌خوام در مورد یه مقوله خیلی مهمی که برای همتون فکر می‌کنم مرتباً داره سوال براتون پیش میاد و هی از من می‌پرسید، می‌خوام یه حالت جامعش رو بهتون بگم در مورد حالا سیستم کلاسینو، در مورد TNT. ببینید این همه بچه‌ها در موردش میگیم، این همه نمیدونم ویدیو میذاریم صحبت میکنیم، این خودش به این خاطره که حساسیت موضوع رو بتونیم به شما برسونیم، بتونیم مثلا بهتون بگیم بچه‌ها این قصه نکته و تست، TNT همون نکته و تست، طرح نکته و تسته که چقدر مهمه و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. اولا یه چیزی رو در اول صحبتام براتون داشته باشم. ببین اول و آخر و وسط بر طبق صحبتایی که قبلا هم با هم دیگه داشتیم برمیگره به رفتار خودت. اینو دیگه هممون میدونیم توی این چند ماه گذشته که درگیر مقوله کنکور بودید، خودتون دیگه متوجه خیلی چیزا شدید، خیلی صحبت‌ها شنیدید، خیلی حرف‌ها زده شده و به قول معروف دیگه فکر می‌کنم فولاد آب دیده شدید. اگر کمکاری بوده کردیم، اگر پرکاری بوده خیلیاتون انجام دادید، اگر اشتباهاتی بوده خب تجربه کردیم. خیلی از ما جنس کنکور رو نمی‌شناختیم، شاید روز اول که ورود به این مقوله کردیم شاید احساس می‌کردیم مثلا یه اتفاق دیگه‌ایه. الانی که توش وایسادیم، شاید امروزی که هشتم بهمن ماهه، یه تجربه خیلی زیادی نسبت به روزی که شروع کردیم داریم. درست شد؟ خیلی دلم میخواد تو این مدت باقی مانده حد اکثر امتیاز مثبتی که میتونید رو به دست بیارید و فقط دلم میخواد باز همین رو تکرار کنم، اول و آخر و وسطش خودتون هستید. حالا تو طرح TNT، تو طرح به قول معروف حالا همون نکته و تست عامیانه خودمونه، تو کلاس های چه میدونم روزمره‌ای بوده که از مهر و آبان شروع کردیم و از تیر شروع کردیم، حالا هر چیز، خودتون دیگه به این نتیجه رسیدید همه چیز به دست شماست و همه چیز به رفتار شما بستگی داره. کلاس های نکته و تست چیه بچه ها؟ چه کار باید بکنیم؟ نمیدونم خوبه بده، نمیدونم از این ور شروع کنیم، از اسفند شروع کنیم، از اردیبه شروع کنیم، چه کار کنیم چه کار نکنیم. میخوایم در مورد اینا با هم دیگه یه گپ و گفتی، چشم محمد جان حتما یه گپ و گفتی رو با هم دیگه داشته باشیم. باز آخرش عرض کردم یه استوب میکنیم، هر کدومتون هر جای ماجرا که احساس کردید براتون خیلی قابل لمس نبود، احتیاج به توضیح بیشتری داره، من در خدمت شما هستم. ببینید دوستان، توی آموزشگاه کلاسینو یک برنامه هست به نام نکته و تست که همتون میتونید. تو دو تا تایم شروع میشه، یه دونش توی اسفند ماه، یعنی حدوداً یک ماه دیگه، درست میگم امیر حسین، یک ماه دیگه استارت میخوره، یه قسمت دیگرش توی اردیبهشت ماه استارت میخوره. تفاوت این دو چیه؟ کدوم معلم رو برم؟ چه رفتاری بکنم؟ قرار تو این کلاس چه اتفاقی بیفته؟ اینا رو همه رو امروز میخوایم با هم دیگه آنالیز بکنیم، یه گپ و گفتی در موردش داشته باشیم. ولی ازتون خواهش میکنم با توجه به نزدیک شدن به کنکور، تعارف با هم دیگه نداریم، زمان که منتظر من تو همونطوری که وای نست داد، از این به بعدم وای نمیسته و هر چقدر که به کنکور نزدیکتر میشیم، خب به هر حال باید ارزش زمان رو دو برابر به قول معروف لمس بکنیم، داشته باشیم تو وجود خودمون. میگم خیلی صاحب تجربه هستید، من مثلا برای بچه‌هایی رو اینجا دارم، سلام پارسا جون، که خب از نزدیک میشناسم، با هم دیگه تقریبا هر هفته داریم حرف میزنیم، با هم دیگه در تعامل هستیم، میبینم که چقدر سبک و سیاق سوالاتی که از من میپرسید خب جنسش چقدر فرق کرده نسبت به روز اول و
دلم نمیخواد بگم آقا اشتباهاتی کردیم نکردیم ولش کنیم، از این به بعد ببینیم توی این چند ماه باقی مانده بهترین بهره ای که میتونیم از ماجرا ببریم چه جوریه، چه شکلیه، چه کار بکنیم، چه رفتار درستی بکنیم. باز عرض میکنم اول و آخر و وسطش به رفتار تو برمیگرده. یعنی اگر بهترین امکانات، بهترین بیشترین زمان، همه چیز در اختیار تو باشه، تو رفتار درستی نباشه، خب واقعیتش اینه که اون اتفاق خوبه برات نمیفته. حالا من هر چقدر بیام اینجا بالا پایین بپرم، من اینجوری میکنم، با ولش کنی حرفا رو دیگه. فکر کنم الان همتون دیگه این قصه رو میدونید. معلم هر کاری که اینجا بکنه، ببین معلم میتونه دانش رو به تو بده، میتونه اون سواد رو به تو بده.